با بهترین درودها بر شما هممیهنان ارجمندم در همه جای جهان، خاصه هممیهنان خوب و عزیز در مام میهن ایران زمین. برنامه های خبری تحلیلی امشب سه‌شنبه را با دفتر شامگاهی صفحه 1 میگوشیم که مطابق همه شبها مروری خواهد داشت بر آخرین و تازه ترین خبرها از ایران، منطقه و جهان. به روال معمول همه شبها نخست مروری کوتاه خواهم داشت بر سرفصل اهم عناوین و مطالب برگزیده امشب. واکنش ها به تشهر رهبری ایران به مردان دولت برای حل بحران زیست محیطی خوزستان و تحلیل توأم با شادمانی رسانه های دسترسی نزدیک به آیت الله خامنه ای. خب حالا ما بگیم آقا گذشتگان به فکر ریزگردهای خوزستان مثلا نبودن، نتیجه اینه. خیلی حالا ما چی؟ ما داریم چه میکنیم؟ ما هم جزو همون گذشتگان هستیم. چند صباح دیگه ما میشیم جزو گذشتگان. نخستین اظهار موضع نسبتا حمایتی رئیس قوه قضاییه ایران به دولت در قبال موج هجمه های جنایی علیه دولتی ها در ماجرای بحران ریزگردهای خوزستان در عرصه فسادهای سازمان یافته دولت احمدی نژاد، افشای برگ دیگری از پرونده جدید 3000 میلیاردی در دولت وی، واکنش ها به رؤیت یک شعی نورانی در آسمان تهران و تازه ترین فرمان نظامیان سپاه پاسداران مبنی بر منع پرواز هر گونه شعی پرنده و رد درخواست اعاده دادرسی مهدی هاشمی فرزند محکوم به حبس رفسنجانی، در عرصه منطقه‌ای افزایش تنش میان دو کشور همسایه جمهوری اسلامی ایران با ترکیه و هشدار سخنگوی وزیر خارجه ایران نسبت به پایان استراتژی صبر جمهوری اسلامی در نقد مستمر ترکیه علیه سیاست‌های مداخله جویانه ایران، و در عرصه فرامنطقه‌ای فعل و انفعالات در کاخ سفید با انتصاب گزینه امنیتی از سوی دونالد ترامپ، و بالاخره در گذشت ویتالی چورکین نماینده دائم روس‌ها در سازمان ملل متحد. سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب سه‌شنبه سوم اسفند ماه ایرانی برابر با 21 فوریه 2017 میلادی است که در طول کمتر از 30 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. تا بازخوانی مشروح مطالب امشب، همچون همیشه و همه شب با ما باشید و بنشینید به خانه. باز خواهیم گشت. درودی دوباره. محضر یکایک شما بینندگان عزیز ایران فردا، همراهان هماره دفتر شامگاهی صفحه 1 که آخرین خبرها و نظرها رو از این دریچه انتخاب میکنید. نهیب رهبری ایران به مردان دولت برای به اصطلاح مهار بحران زیست محیطی خوزستان با خوانش‌های مختلف از سوی رسانه‌های متعدد چاپی تهران مواجه شد. در میان و در صدر رسانه‌های منتقد دولت، کیهان حسین شریعت مداری است که در عنوانی آشکارا تهاجمی علیه دولت با عنوان نهیب رهبری به مسئولان دولتی برای مهار ریزگردها در بخش از گزارش اصلی شماره امروز خود با انتقاد به دولت روحانی که بعضن از نارسایی‌های عهد احمدی نژاد گلایه‌هایی اظهار می‌کند، به نقل از رهبر ایران در جلسه درس خارج فقه با اشاره به مشکلات و خسارت‌های پدید آمده از حوادث اخیر گفت این حرف که وضعیت فعلی نتیجه به فکر نبودن گذشتگان است کافی نیست و مشکلی را حل نمی‌کند، که عملاً همان گونه که شما بینندگان عزیز شنیدید آشکارا نقدی به غایت تند است که کمتر نسبت به سایر دولت‌ها به کار می‌گرفت. این در حالی است که روزنامه ابتکار در یکی از گزارش‌های اصلی امروز با عنوان دوباره 3000 میلیارد برگ تازه از بزرگترین اختلاس‌های تاریخ ایران در دولت قبل رو ورق زد، در حالی که همزمان خامنه ای با نادیده انگاشتن این همه فساد سازمان یافته در عهد احمدی نژاد همواره خود رو به وی نزدیک‌تر می‌دانست و یا او رو پاک دست‌ترین دولت تاریخ ایران توصیف می‌کرد.
در هر روی بر اساس گزارش روزنامه ابتکار، گروه اقتصادی این روزنامه در بخشی از این گزارش به واگذاری 3000 میلیاردی اراضی قشم اشاره کرد که طبق اعلام مسئولان در اواخر دولت قبل، اراضی مختلفی در جزیره قشم به افراد یا سازمانهای مختلف که به عنوان خاص از آنها نام برده می شود واگذار شد تا موجب تشکیل 41 پرونده در دستگاه قضایی شود. بر اساس این گزارش محمود احمدی نژاد پردرآمدترین دولت تاریخ کشور را داشت و البته در رقم اختلاس نیز رکورددار بود. اختلاس هایی که حالا با گذر زمان یکی پس از دیگری برملا می شود. هرچند این فساد در ساختار اقتصادی کشور ریشه دوانده، اما بایستی اشاره کرد که مدیریت غلط احمدی نژاد در دوره قبل و تصمیم های لحظه ایشان سبب شد تا تبعات آن هر روز ابعاد تازه‌ای رو به خود بگیرد. روزنامه ابتکار در ادامه دولت احمدی نژاد رو کلکسیونی از فسادهای اعجاب آور دانست که با مجموع فسادهایی که با رقم 3000 میلیارد در سال 90 آغاز شد و هرچند بعد از آن تخلف‌های بزرگتری نیز رخ داد، اما این اختلاس به یک نماد در دولت قبل تا به امروز تبدیل شد. پرونده‌ای که در آن شخصی توانست مبلغ 3000 میلیارد تومان را از شبکه‌های بانکی به سرقت ببرد تا بزرگترین اختلاس تاریخ ایران را رقم بزند. در این اختلاس عملاً 7 بانک نیز دخیل بودند. خبرها و نظرها رو با سایر مطالب برگزیده امشب دنبال میکنیم. رؤیت مشکوک شی نورانی برای چندمین بار در آسمان ایران موجبات موجی از گمانه‌ها و تحلیل‌ها شد. در این میان روزنامه‌های طیف تحول‌خواهان به طور نرم و تلویحی سپاه پاسداران رو در واقع به تمامیت‌خواهی هرچه بیشتر متهم می‌کردند، البته با واژگانی بعضاً مشخص و معنادار. در این میان روزنامه کائنات تمام نیم صفحه اصلی را با تصاویری از بشقاب پرنده‌ها و شعاع‌های نورانی که در سالیان اخیر به طور مرموز و اسرارآمیزی بر پهنه آسمان برخی از کشورها پدیدار می‌شود، از سکوت برابر شی نورانی نوشت. روزنامه آفتابی است که صریحا نوشته بود اینها شی نورانی نبود. اما روزنامه شرق با لحنی نیشالود خطاب به نظامیان قرارگاه سارالله به زبان طعنه اشاره کرد که پرواز فقط با اجازه قرارگاه سارالله که به نحوی میکوشید از سیطره و استیلای نهادهای نظامی به تمام ارکان شخصی ایرانیان اظهار نارضایی کند و از گسترده شدن لایه‌های تمامیت‌خواه و لایه‌های سخت نظام حتی به امور سرگرمی و تفریحی نسل جوان ایرانی اشاره گلایه آمیز داشت. روزنامه شرق با اشاره به اینکه پرواز کوادکوپترها و هلی‌شات‌های شخصی و خصوصی در تهران ممنوع شد اشاره می‌کرد از این پس پرواز این پرنده‌های بدون سرنشین بر فراز آسمان تهران باید با اخذ مجوز از قرارگاه سارالله انجام شود. بنابر گزارش روزنامه شرق، این دستورالعمل تازه به دنبال افزایش استفاده از پرنده‌های مانند کوادکوپترها و هلی‌شات‌ها در آسمان تهران صورت گرفت. به ویژه رؤیت شی پرنده‌ای که به تازگی در آسمان تهران قوقایی چند ساعته به راه انداخته بود و در نهایت با شلیک ضد هوایی مواجه شد. همینک سردار سید علیرضا ربیعی جانشین معاونت عملیات قرارگاه سارالله تهران درباره ساماندهی استفاده از کوادکوپترها و پهپادهای خصوصی میگفت که با توجه به اینکه تأمین امنیت تهران بر عهده قرارگاه سارالله است، فضای امنیتی تهران را هم بر عهده قرارگاه سارالله گذاشتند. بر این اساس صدور هر گونه مجوزی برای پرواز این گونه پرنده‌ها مسئولیت و صدور مجوز بر عهده این قرارگاه است. همان گونه که با این مدل اظهار ایشان شما بینندگان عزیز دیدید و شنیدید، عملا نشانه هایی از فضای امنیتی پایتخت جمهوری اسلامی رو به ذهن مخاطبان متبادر می کند که برخلاف نص صریح قانون اساسی که تمامی سیاست گذاری های تأمین امنیت زیر نظر شورای امنیت کشور با نقش محوری وزارت کشور هر دولت است، عملا پایتخت در دستان نیروهای موازی نظامیان اداره می شود. حال که سخن از بشقاب پرنده بر فراز آسمان برخی از شهرها به میان آمد، به خبری
در همین زمینه و مضمون می‌پردازیم که بازتاب گسترده‌ای در سطح رسانه‌ها داشت، در حالی که برای کنترل و مهار این پرنده‌های آهنین که همینک به وفور در دسترس همه شهروندان جهان است، جمهوری اسلامی و قرارگاه سارالله وارد میدان مهار شده‌اند. اما از دبی خبر می‌رسد که تاکسی‌های شهری دبی همه به بشقاب پرنده تبدیل خواهند شد. مقامات شهر دبی اظهار امیدواری کردند که تا اوایل تابستان پرواز پهپادهای با سرنشین در این شهر تبدیل به یک امر عادی شود. امارات متحده عربی قصد دارد دبی را تبدیل به یکی از اولین شهرهای دنیای آینده کند. استفاده از پهپاد که پهپاد ایهنگ 184 که ساخت کشور چین است و یک پرواز آزمایشی به دور برج عرب، برج معروف شهر دبی داشته، یکی از این اقدامات است. به گزارش شبکه خبری CBS، مدیر آژانس راه و ترابری دبی نیز گفت که این پهباد یک مدل آزمایشی نیست و آنها آن را در آسمان دبی امتحان کرده اند، که همین خبر خود بهترین گواه از تغییرات و تحولات منطقی در عرصه فناوری و رشد شتابان شهری در کشورهای همسایه است. در حالی که ایران با ارسال اموال عمومی ایرانیان به گروه‌های ستیزجو از جمله حزب الله لبنان، کشورمان رو در رده کشورهای توسعه نیافته جهان نگه داشته است. خب، حال که نظامیان سپاه در آسمان تهران مانع پرواز در واقع پهپادها شدند و میشوند و در سوی دیگر همزمان در آسمان دبی تاکسی ها جای خود را به بشقاب پرنده های بدون سرنشین میدهند، در تهران رانندگان تاکسی از ورود دو اپلیکیشن و نرم افزار ارتباطی حمل و نقل درون شهری نیز معترض بودند و دست به تجمع زدند. در این راستا گروهی از صاحبان و رانندگان تاکسی های تلفنی روز دوشنبه در اعتراض به فعالیت دو اپلیکیشن معروف با نام اسنپ و تپسی مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند. معترضان در این تجمع فعالیت این دو اپلیکیشن رو غیر قانونی خواندند و از مجلس خواستند که رسیدگی به این موضوع رو در دستور کار قرار دهد. در تصاویر منتشر شده از این تجمع پلاکاردهای علیه اپلیکیشن های اسنپ و تپسی دیده می شود. بر اساس گزارش های منتشر شده، استفاده از تاکسی های اینترنتی در تهران به علت سهولت دسترسی و قیمت پایین آنها افزایش چشمگیری یافته، باعث تأثیر بر کسب و کار آژانس ها و تاکسی های عادی شده است. خبرها و نظرها را با دیگر مطالب منتخب از سایر منابع خبری پی می‌گیریم. تنش‌های دیپلماتیک دو کشور همسایه ایران و ترکیه در طول هفته‌های اخیر هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد. پس از سفرهای منطقه‌ای آقای اردوغان به کشورهای همسایه از جمله قطر و انتقاد از سیاست‌های فرقه‌گرایانه جمهوری اسلامی در منطقه، موجی از خشم مسئولین جمهوری اسلامی در آن مقطع برانگیخته شد، تا جایی که مجدداً با تازه ترین اظهار موضع آقای چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در نشست امنیتی مونیخ آلمان تنش‌ها تشدید شد. در این راستا یک روز پس از واکنش تند وزارت خارجه ایران به اظهارات وزیر خارجه ترکیه در کنفرانس امنیتی مونیخ، وزارت خارجه ایران با احضار سفیر ترکیه در تهران به این سخنان و نیز سخنان اخیر رئیس جمهوری این کشور اعتراض کرد. ابراهیم رحیم‌پور، معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه ایران، رضا حاکان تکین، سفیر ترکیه در تهران را به این وزارتخانه احضار و اعتراض جمهوری اسلامی به سخنان اخیر رئیس جمهور و وزیر خارجه این کشور رو به وی اطلاع داد. مولود چاوشوغلو، همون گونه که آگاهی و در برنامه دیشب نیز اشاره کوتاهی کرده بودم، در واقع وزیر خارجه ترکیه، در سخنانی در کنفرانس امنیتی مونیخ ایران رو به فرقه گرایی، تلاش برای تضعیف عربستان و بحرین و تبدیل عراق و سوریه به دو کشور شیعه متهم کرده بود. یک هفته پیش از این سخنان نیز آقای رجب طیب اردوغان شخصا
و گفته بود که در عراق ملی‌گرایی فارس وجود دارد. همراه با این ملی‌گرایی فارس، تجزیه طلبی نیز در آنجا موضوعیت پیدا می‌کند. باید جلوی اینها را بگیریم. شرایط یکسانی نیز در سوریه وجود دارد که این میزان انتقاد مقامات ترک در میان مردان جمهوری اسلامی موجب واکنش و رنجش گسترده شده بود. ورق می‌زنم با سایر روزنامه‌ها با همین زمینه و مضمون. در میان تمامی روزنامه‌های اصلی کشور به بازتاب این رویداد پرداخته بودند. از جمله آفتاب یزد در ستون اصلی خود با عنوان اردوغان دمدمی مزاج سعی می‌کرد که با برکشیدن تناقضات آقای اردوغان اثبات کند که این رهبر ترک ثبات سیستم رفتاری لازم رو ندارد. علی بیگدلی که از وی به عنوان کارشناس امور بین الملل یاد می شد در این گزارش تحلیلی به نوسانات روابط اردوغان با سایر کشورها نیز اشاره نموده بود. از جمله به روابط پرفراز و نشیب ترکیه با ایالات متحده آمریکا هم اشاره کرد که گاه از سر امتنان و انتظار در می آمد و گاه نیز از سر نارضایی و گلایه ها. و یا در خصوص روسیه و نوسانات پیش آمده نیز نویسنده به طور مشخص به چرخش مواضع این دولت مرد خاورمیانه‌ای اروپایی اشاره میکرد که نمیتوان بر او تکیه داشت. ورق میزنم با دیگر روزنامه‌های کشور. روزنامه وقایع اتفاقیه از روزنامه‌های اصلاح طلبان حکومتی در گزارشی به عنوان صبر استراتژیک با اشاره به احضار سفیر ترکیه به وزارت خارجه به نقل از مقامات وزارت خارجه ایران مدعی شد که سیاست صبر و انتظار رو در پیش میگیریم و همزمان هشدار داد که این سیاست اما حدی دارد و همیشگی نیست. مجموعی از خبرها و نظرها را عمدتاً با مضامین ایران و سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران دیدید و شنیدید. تا ثانیه‌های دیگر با تازه‌های دیگر از صفحه یک به صفحه رسانه‌هایتان باز خواهیم گشت. با ما باشید و بنشینید، به خانه خواهیم آمد. درودی دوباره محضر یکایک شما همراهان عزیز و بینندگان گرامی ایران فردا. در ادامه واکاوی مطبوعات تهران، کماکان اوضاع رقتبار هوای خوزستان بر صدر تحلیل ها جای داشت، خاصه اظهارات رهبری ایران مبنی بر اینکه اوضاع خوزستان دل انسان ها را می خراشد. اون چی که در خوزستان در این چند روز پیش آمد برای مردم واقعا دل انسان رو میخراشه. خب این مشکل مردم تو این هوای سرد، نه برق داشته باشن، نه آب داشته باشن، نه وسایل ارتباط داشته باشن، خیلی سخته. اینا وظیفه ماست، وظیفه مسئولین است به این چیزها رسیدگی بکنند. در این میان روزنامه اعتماد هم گزارش اصلی و هم یادداشت ستون سرمقاله رو به همین موضوع اختصاص داد. اعتماد در گزارش اصلی بسان سایر روزنامه این بخش از اظهارات رهبری ایران رو برجسته کرد که به دولتی ها به طور رسمی هشدار داد که اینقدر از نقاط ضعف دولت های پیشین نگویند. خب حالا ما بگیم آقا گذشتگان به فکر ریزگردهای خوزستان مثلا نبودن، نتیجه اینه. خیلی خب حالا ما چی؟ ما داریم چه میکنیم؟ ما هم جزو همون گذشتگان هستیم. چند صباح دیگه ما میشیم جزو گذشتگان. سرمقاله نویس روزنامه اعتماد اما با ارائه آماری مستقیما به پاسخ اظهارات رهبری برآمد که جسارت خاص خود رو میطلبید. احمد پورنجاتی در یادداشت تحلیلی شماره امروز اعتماد با عنوان جامعه مدنی و مواجهه با بحران‌های زیست محیطی معتقد بود که مشکلاتی که در قالب حوادث طبیعی و برخی به دلیل نادرستی سیاست‌های گذشته، کمکاری‌ها و سهل‌انگاری‌هایی که در برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات دولت‌های گذشته بوده در مناطق مختلف کشور بروز می‌کند که عملاً جوابی صریح و عیان و آشکار بود روی اظهارات آقای خامنه‌ای. علی ای حال این شخصیت معتدل و اصلاح‌گرا در ادامه نوشتار خود با طرح پرسش‌های می‌پرسید که پرسش اینجاست که آیا اراده‌ای برای بهره‌گیری و به کار بستن سودمند و نتیجه بخش توانایی های نهادهای مدنی وجود دارد یا نه؟
خبرها و نظرها را با سایر موضوعات برگزیده در برنامه امشب ادامه می دهیم. روزنامه آرمان به هاشمی رفسنجانی و حیات و ممات این فقیه توجهی بیشتر از سایر روزنامه ها نشان می دهد. کلاهبرداری عجیب با وصیت‌نامه هاشمی عنوان خبر کوتاهی بود که روزنامه آرمان منتشر کرده بود. بر اساس گزارش روزنامه آرمان، حتی پس از مرگ هاشمی رفسنجانی، گروهی به اقدامات غیر اخلاقی خودشان پایان نمی‌دهند و می‌خواهند سودی نصیبشان شود. پربیراه نیست اگر ادعا شود منافعی برای برخی در جهت تخریب و هجمه به هاشمی وجود داشت، اما تصور می‌شد پس از مرگ ایشان اقدامات غیر اخلاقی پایان پذیرد که ظاهراً آنها با آنچه پس از او بر جای مانده هم رحم نمی‌کنند. مانند دیروز که بر اساس شایعی که توسط عده‌ای افراد سودجو مبنی بر انجام وصی هاشمی درباره ثبت نام برای پرداخت مقداری از اموال وی به عنوان کمک‌های مالی به مردم نیازمند و محروم پخش شده است. تعدادی افراد سودجو اقدام به ثبت نام در برخی کافینت‌ها و دریافت وجه نقد از شهروندان کردند. پس از انتشار این خبر کذب و باورپذیری مردم ساده لوح بود که فرماندار زاهدان شایعی که توسط عده‌ای افراد مبنی بر انجام وصیت هاشمی درباره ثبت نام برای کمک مالی به مردم نیازمند و محروم پخش شد رو تکذیب کرد و گفت این شایعه به هیچ عنوان مورد تایید نیست. که گویا دستاندرکارانی قصد تخریب آقای رفسنجانی داشتن که مدام ایشان رو متهم می‌کنن به یکی از ثروتمند بودن کشور، که علی حال این هم تاکتیک بود. در پایان برنامه امشب با خبری کوتاه از فرامنطقه برنامه رو به پایان میبریم. از ایالات متحده آمریکا خبر میرسد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هربرت ریموند مک‌مستر رو به عنوان مشاور جدید امنیت ملی خود منصوب کرد که گویا مورد تحسین سناتور جان مک‌کین نیز قرار گرفت. ژنرال مک‌مستر جانشین آقای مایکل فرین شد که اخیراً و در پی برملا شدن تماس‌هایش با سفیر روسیه در واشنگتن مجبور به کنارگیری شد. هربرت مک‌مستر سپهبد نیروی زمینی ارتش آمریکا است و سابقه حضور در عراق و افغانستان دارد. وی در زمان حضور خود در این کشورها با یک برنامه دولتی ضد فساد همکاری می‌کرد. دونالد ترامپ با اعلام انتصاب آقای مک‌مستر او را مردی با استعداد عظیم و تجربه عظیم توصیف کرد. آقای ترامپ افزود که در ارتش همه به او به شدت احترام می‌گذارند. And we'll be talking to some of the other generals that I've met that I have really really gained a lot of respect for. So, General, Mr. President, thank you very much. I just like to say what a privilege it is to be able to continue serving our nation. I'm grateful to you for that opportunity. همونگونه که آگاهی، چند روز پیش دریا سالار رابرت هاروارد پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا رو برای در دست گرفتن پست مشاور امنیت ملی رد کرده بود. وقت برنامه به انتها رسید با خبری که بر میز باقی مون و آن هم در گذشته آقای ویتالی چورکین نماینده دائم روسها در سازمان ملل متحد بود. و با این مطلب وقت برنامه امشبمان به پایان میرسد. تا شامگاه فردا در ایران فردا، بامداد روشن، بدرود.